متی فصل 26. در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می دانید که دو روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند. در همین وقت سران کاهنان و کلانهای قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند: این کار نباید در ایامیت انجام گردد، مبادا آشوب و بلوای در میان مردم ایجاد شود. وقتی عیسی در بیت‌عنیا در منزل شمعون جذامی بود، زنی با گلاب‌پاش قیمتی پر از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر دسترخوان نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند: این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من مرا برای دفن آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. آنگاه یهودای اسقریوتی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت و گفت: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چی خواهد داد؟ آنان 30 سکه نقره را شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: کجا می خواهی برای تو نان عید فطر را آماده کنیم؟ عیسی جواب داد: در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید استاد می گوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت. شاگردان مطابق امر عیسی عمل کرده نان فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد عیسی با 12 شاگرد خود بر سر دسترخوان نشست. در ضمن شام فرمود: بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند: خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟ عیسی جواب داد: کسی که دست خود را با من در کاسه می برد مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که راجع به او نوشته شده است. اما وای بر آن کس که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر می بود که هرگز به دنیا نمی آمد. آنگاه یهودای خائن در جواب گفت: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی جواب داد: همان طور است که می گویی. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این است خون من که اجرای عهد و پیمان نو را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیار ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه تاک نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم. پس از آن سرود فصح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود: امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا نوشته شده است چوپان را میزنم و گوسفندان گله پراگنده خواهند شد.
اما پس از آن که دوباره زنده شوم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس جواب داد: حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کار نخواهم کرد. عیسی به او گفت: به یقین بدان که همین امشب پیش از آن که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. پتروس گفت: حتی اگر لازم شود با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمی شناسم. بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محل به نام جتسمانی رسید و به آنان گفت: در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبیدی را با خود برد. غم و اندوه بر او افتاد و به آنان گفت: جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی پیشتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدند. پس به پتروس فرمود: آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح می خواهد اما جسم نمی تواند. عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت: ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت: باز هم خواب هستید؟ هنوز استراحت می کنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، آن خائن حالا می آید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه زیادی از کسانی که سران کاهنان و کلانهای قوم فرستاده بودند به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چوب مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامت داده و گفته بود: کسی را که می بوسم همان شخص است، او را بگیرید. پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت: سلام ای استاد. و او را بوسید. عیسی در جواب گفت: ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده. در همین موقع آن گروه پیش رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود: شمشیر خود را غلاف کن. هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کلام خدا چگونه تمام می شود؟ آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت: مگر می خواهید یک راهزن را بگیرید که این طور مسلح با شمشیر و چوب برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در خانه خدا می نشستم و تعلیم می دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها واقع شد تا آنچه پیامبران نوشتند به انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند.
آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و کلانهای یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حویلی خانه کاهن اعظم رسید و داخل شده در میان خدمتگاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا کوشش می کردند دلیل بر ضد عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود این که بسیاری پیش رفتند و شهادت های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیل پیدا کند. آخر دو نفر برخواستند و گفتند: این مرد گفته است من می توانم خانه خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بسازم. کاهن اعظم برخواسته از عیسی پرسید: آیا به تومتای که این شایدان به تو می زنن جواب نمیدی؟ اما عیسی خاموش ماند. پس کاهن اعظم گفت: تو را به خدای زنده سوگند می دهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی جواب داد: همان است که تو می گویی، اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت: او کفر گفت، آیا شهادت بالاتر از این می خواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید، نظر شما چیست؟ آنها جواب دادند: او مستوجب اعدام است. آنگاه عابدان به صورتش انداخته و او را زدند و کسانی که بر رخسارش تلی می زدند می گفتند: حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است؟ در این وقت پتروس در بیرون در حویلی خانه نشسته بود که خادمه پیش او آمده گفت: تو هم با عیسی جلیلی بودی. پتروس در حضور همه منکر شده گفت: من نمی دانم تو چی می گویی. پتروس از آنجا به طرف در حویلی رفت و در آنجا خادمه دیگر او را دیده به اطرافیان خود گفت: این شخص با عیسی ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت: من قسم می خورم که آن مرد را نمی شناسم. کمی بعد کسانی که آنجا استاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند: البته تو یکی از آنها هستی، زیرا از لهجت پیداست. اما پتروس سوگن خورده گفت: خدا مرا بزند اگر آن مرد را بشناسم. در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس بیاد آورد که عیسی به او گفته بود: پیش از آن که خروس بانگ بزند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. پس بیرون رفت